سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام به موضوعی که خیلی در موردش سوال داشتی، تو کامنت ها پرسیده بودی و تو مشاوره هم خیلی میپرسید، میخوام بهش پاسخ بدم و اون چیزی نیست جز تمکن مالی. میخوام بهتون بگم اصلا تمکن مالی چیه، چه چیزایی رو باید توی اون نشون بدید، چه شکلی باید ارائهش بکنید، فرمول محاسبهش رو بهتون یاد بدم تا هر جایی واسه هر دانشگاهی بتونید تمکنش رو حساب کنید و خلاصه تمام نکات ریزی که وجود داره در مورد تمکن مالی رو بهتون بگم و کلن هم دو تا تمکن خیلی مهم رو هم براتون کامل توضیح بدم که تمکن کانادا و آمریکاست. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. بچه ها، تمکن مالی اصلا چی هست؟ چرا ما باید ارائه بدیم؟ ببینید، تمکن مالی یه گواهی هست که نشون میده آقا من اینقدر پول تو حسابم دارم. بنابراین الان که دارم میام کشور شما، میخوام اونجا درس بخونم، میخوام اونجا کار بکنم یا هر چیزی، از پس هزینه هام برمیام و تو این نامه انگار با اون پولی که تو حسابتون دارین دارین اینو اثبات میکنید. خب حالا پس به طور کلی ما تو تمکن مالی باید سه تا چیز رو اثبات بکنیم. اولیش توانایی تأمین هزینه هامون هست، دومیش شرایط مالی نسبتاً خوبمون هست و سومیش منابع مالی که اون پول رو به دست آوردیم، یعنی سورس هامون رو هم باید اثبات بکنیم که حالا در ادامه همین رو براتون توضیح میدم. خب بچه ها، اول اینکه بهتون بگم توی تمکن مالی ما یه فرمولی داریم. شما باید بیاید هزینه یک سال زندگیتون توی اون جایی که ازش پذیرش گرفتید، که حالا برای اینکه این هزینه رو بتونید دقیق حساب کنید همون دانشگاهی که ازش پذیرش گرفتید وارد اون سایت بشید، یه قسمتی حتما داره که هزینه های زندگیتون، ایالت، اون شهری که پذیرش گرفتید و بهتون گفته. بنابراین شما از روی اون میتونید هزینه زندگیتون رو برای یک سال محاسبه کنید. این میشه یک بخشش. بخش بعدیش میشه شهریه شما، شهریه سالیانتون که باز از اون دانشگاه پذیرش گرفتید، که اینو هم تو نامه پذیرشتون ممکنه بهتون بگن، مثلا اگه آمریکا باشه تو فرم آی 20 تون بهتون میگن، هم این که اصلا هزینه سالیانه شهریتون رو باز دوباره تو سایت خود دانشگاهتون هم میتونید ببینید. بنابراین هزینه یک سال زندگی به اضافه هزینه یک سال شهریتون رو با هم جمع میکنید، یه عدد به دست میاد. حالا این عدد رو برای اینکه بخواید یکم امن‌تر بکنید تمکن مالیتون رو، دیگه هیچ ریسک و سوالی نشه باشه، یه 10-20% بالاتر اینو در نظر میگیرید و این رو به عنوان تمکن مالیتون ارائه میدید. حالا باز در مورد کانادا و آمریکا یه جزئیات، یه تفاوتایی داره که اینا رو هم در ادامه کامل براتون توضیح میدم. بنابراین این شد فرموله کلی تمکن مالی که شما باش میتونید تمکن هاتون رو حساب بکنید. حالا مورد بعدی اینه که مثلا این سوالی که ایجاد میشه اینه که ما اینو باید با نرخ ارز دولتی بدیم، نرخ ارز آزاد بدیم. مثلا قبلا اینجوری بوده که مثلا اینکه با نرخ ارز دولتی میدادم، ولی الان دیگه کلا بانک ها با نرخ ارز آزاد میدن. مثلا اگه بخواید برای کشور اروپایی باشین که خب باید معادل یوروشو ارائه بدین، که اینو خود بانک ها بهتون میدن و بنابراین نرخش در حال حاضر با همین نرخ آزاد هست. و اینکه حالا میخوام بهتون بگم که برای کشور کانادا کلن تمکن به چه شکلی هست. برای اینکه شما بخواید تمکن مالی برای کانادا ارائه بدید، برای ویزای تحصیلی اون ارائه بدید، باید توجه داشته باشید که پول مورد نیازتون بیشتر باشه از اون پول موجود. حالا منابع پول مورد نیاز چیه؟ منابع پول موجود چیه؟ ببینید، شما یه پولی رو نیاز دارید دیگه. پول مورد نیازتون همون پولایی که تو بانکتون دارید، پولایی که حالا مثلا اونجا میرید و کار میکنید به دست میارید، مثلا اینا رو میتونید ارائه بدید. و اینکه فاندی که دارید، بچه‌هایی که فاند دارن هم حواسشون باشه دیگه، این فاند رو در واقع شما باید از اون هزینه های کلیتون کم بکنید. بنابراین پولتون، فاندتون و درآمدهای جاری حین تحصیلتون میشه پولی که شما دارید. حالا یه پولی رو هم شما پول موجودتون میشه. حالا یه پول مورد نیاز هم شما دارید که اینا چیا هستن؟ اینا همون هزینه یک سال زندگیتون و هزینه شهریتون هست و همیشه پول موجود شما از پول مورد نیاز باید بیشتر باشه. پس این در مورد کانادا هست. حالا کانادا اون نامه تمکنی که از شما میگیره میگه که گردش حساب توی اون مشخص باشه و حداقل پول شما یه گردش حساب 4 ماهه داشته باشه. 4 ماهه
داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که فقط شما نمیتونید برای تمکن مالی که میخواین برای کانادا ارائه بدید، فقط نمیتونید برید مثلا موجودی حسابتون رو بگیرید و بگید خب این تمکنه، بلکه شما باید حداقل 4 ماه با اون پول کار کرده باشید، یعنی هی واریز داشته باشید، هی برداشت داشته باشید، هی واریز داشته باشید، هی برداشت داشته باشید، تا این پول یه پولی باشه که انگاری در گردش باشه و بتونید اون گردش حساب رو بگیرید. حالا وقتی که برای بانک میخواید برید مراجعه کنید و این تمکن رو بگیرید، بانک بهتون یک معدل حساب میده، یک مانده حساب میده، که اگه فاصله بین معدل حساب و مانده حساب از هم زیاد باشه، این براتون مشکل زا میشه. چرا؟ چون این رو نشون میده که شما احتمالاً یه پول گنده ای رو یهویی وارد حسابتون کردید، و اگر این کار رو کردید مورد نداره، براش سورس ارائه بدید. مثلا اگه یهویی 1 میلیارد وارد حسابتون کردید، بیاد آقا بگید مثلا من ماشینمو فروختم، مثلا این پول رو وارد این حسابم کردم، یعنی سورس براش ارائه بدید، مشکلی نداره. و اگر هم که حسابتون در گردش باشه و هی برداشت و واریز ها داشته باشید، معدل حساب و مانده حسابتون به هم نزدیکه و براتون هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. حالا یه سری بانک ها هم ممکنه که بهتون معدل حساب ندن، فقط مانده حساب بدن. شما از این بانک ها درخواست کنید که ریز گردش هاتون هم بهتون بدن، تا بتونید این گردش در گردش بودن پولتون رو اثبات بکنید. حالا سری نکاتی وجود داره. اینکه اولا که حسابتون یه حساب تازه باز کرده نباشه، یه حسابی باشه که قبلا باز کردید و باهاش کار میکردید. مورد بعدی اینه که پولای خیلی گنده اگه میخواید وارد حسابتون بکنید، حتما براشون سورس ارائه بدید. مورد بعدی اینه که تمکن مالی شما باید منطق داشته باشه. مثلا توی مشاوره خیلی پیش میاد که ازم میپرسید که آقا مثلا ما ساپورتر ارائه بدیم خوبه یا ارائه ندیم خوبه. اینا واقعا چیزایی نیست که ما براش یک جواب مشخص داشته باشیم، چیزیه که من باید پرونده شما رو بررسی بکنم، شرایط شما رو بررسی بکنم تا بتونم به این سوالتون پاسخ بدم. بنابراین مثلا اگر پاسخ به این سوال این شکلیه که اگر شما مثلا یه فرد 22 ساله هستید که اینجا لیسانستون تازه تموم کردین، برای ارشد دارید میرید و اینجا هم هیچ کاری نکردید و خب هیچ درآمدی نداشتین، مثلا ارائه کردن یک تمکن 30,000 تایی بدون ساپورته توسط شما خیلی شک برانگیزه. خب این برای آفیسر این سوال پیش میاد که خب شما این پولو چه جوری پس تونستی در بیاری. بنابراین به شما توصیه میشه که حتما ساپورتر رو ارائه بدید. اما اگر شما مثلا یه فرد 30 خورده‌ای ساله هستید، سر کار میرفتید، اینجا فیش حقوقی دارید و اینها، شما میتونید بدون ساپورتر هم حتی کارتون رو پیش ببرید و مشکل براتون ایجاد نمیشه، چون اون تمکن برای شما منطقیه، شما کار کردید، اینجا فیش حقوقی دارید و ارائه کردن هر مقدار تمکنی برای شما منطقی هست. و اینکه مورد بعدی اینه که کلن هم خیلی تمکن خیلی مالی بزرگی ارائه نکنید. چرا؟ چون این ابهام رو و این شک رو برای آفیسر ایجاد میکنی که شما احتمالاً تمام چیزایی که داشتید و فروختید تبدیل به پول کردید و دارید میرید، مثلا خونه و ماشین همه رو فروختید و اینا همه تبدیل به پول شده، پس این تمکن بزرگ رو شک داده و دارید میرید، پس قصد بازگشت هم ندارید. بنابراین حواستون باشه، خیلی هم از این لحاظ باز خودتون تمکن خیلی کم که آفیسر دچار این شک بشه که پس اصلا شما از پس هزینه هاتون بر نمیاد و ریجکتتون کنه، نه تمکن خیلی زیاد که آفیسر دچار این شک بشه پس همه چی رو فروختی داری میری دیگه هیچ وقت هم بر نمیگردی، دچار این شک میشه پس شما قصد بازگشت به کشور خودتون ندارید و باز دوباره ممکنه ریجکتی پیش بیاد. بنابراین حواستون باشه تعادل رو توی تمکن رعایت بکنید. همون فرمولی که بهتون گفتم که هزینه یک سال زندگی، هزینه یک سال شهریه، 20% بالاتر مبلغ نهایی رو بگیرید، این نقطه امنی هست برای ارائه تمکن. و اینکه یه چیز دیگه ایم که باز در مورد ویزای تحصیلی کانادا مهمه و تمکنش، اینه که شما بیاید سورس ارائه کنید، یعنی منابع مالیتون رو به صورت شفاف و واضحی گزارش کنید که این منابع مالی میتونه چه چیزایی باشه. مثلا شما اینجا کار میکردید، خب میتونید فیشای حقوقیتون رو ارائه بدید. مثلا اینجا شرکت داشتید، میتونید مثلا گواهی های مربوط به ثبت شرکتتون، گواهی های قراردادهای شرکتتون، میتونید اینها رو ارائه بدید. یا اگه اسپانسر دارید، فیشای حقوقی اسپانسرتون ارائه بدید. یا مثلا اگه اسپانسرتون کار آزاد داره، مثلا میتونید جواز کسبش رو ارائه بدید و تمام این چیزها رو ارائه میدید تا نشون بدید که آقا مثلا من این پولی که اینجا ریختم از این منابع مالی تأمین شده. و خب این هم چیزیه که در واقع سفارت روش حساسه که تمکنتون سورس داشته باشید براش. مورد دیگه ای که در مورد تمکن وجود داره و این مورد فقط خاص کانادا نیست، برای بقیه تمکن‌ها هم این موضوع صدق میکنه،
این قانونی که در مورد تمکن هست اینه که تمکن مالی شما باید اویلیبل باشه. یعنی چی؟ یعنی یک پول در دسترس باشه. بنابراین با این حساب فقط اون پولای نقدی که تو حسابتون داری جزء تمکن حساب میشه. خونه و ماشین جزء تمکن حساب نمیشه. چرا؟ چون درآمد مالی اویلیبلی نیستن. خیلی وقت ازم سوال میکنید که مثلا ما حسابای بورسیمون رو میتونیم ارائه بدیم. من بهتون میگم که خب اوکی، اگه تمکن تو اون نقطه امن هست، حالا اینو میتونی اضافه بر اون ارائه بدی، اما کاملا متکی بر حساب بورسی نباش، چون حساب بورسی هم خیلی تمکن اویلیبلی حساب نمیشه برای شما، مخصوصا با این ضرر و زیان های یهویی که متحمل میشه. خب خیلی اصلا تمکن امنی نیست برای ارائه دادن. و اینکه خونه و ماشین تمکن مالی حساب نمیشه مگر اینکه شما ازشون اجاره بگیرید. یعنی بیاید بگید آقا مثلا من خونه ها رو دارم به عنوان تمکن ارائه میکنم و اینم سند اجاره نامه شونه، من ماهانه مثلا اینقدر دارم از اینها اجاره میگیرم، اون موقع میتونه براتون تمکن باشه. و اینکه وام بانکی هم تمکن حساب نمیشه. و اینکه مورد آخر در مورد ویزای در مورد تمکن کانادا بهتون بگم که حواستون باشه کلا این تمکن‌های مالی، نامه‌های تمکن مالی که از بانک می‌گیرید یه مدت اعتباری دارن، بنابراین سعی کنید هم روزای نزدیک مصاحبه سفارتتون این نامه تمکن اقدام کنید و بگیرید. فکر می‌کنم تاریخش بین 30 روز تا 40 روز اعتبارشون و بعد از اون منقضی میشه، دوباره بعد اقدام بکنید. خب این در مورد کانادا. حالا میخوام در مورد آمریکا هم یه سری نکات رو بهتون بگم. کلا سخت ترین نوع تمکن همین تمکن کانادا هست و بقیه راحت تر، بعد کانادا میشه گفت آمریکا و بعدش بقیه کشورها. در مورد آمریکا هم آمریکا یه فرم I-20 دارید شما که اونو دانشگاه بهتون میگه و این فرم I-20 خیلی بهتون کمک میکنه که بخواید تمکن حساب کنید. هر چقدر مثلا واسه کانادا سرگردونید، باید برید سایت های دانشگاه نگاه کنید، هزینه ها، شهریتون و هزینه زندگیتون رو، توی I-20 آمریکا کامل به شما میگه که آقا هزینه هاتون چقدره، بیمه تون، تا همه چی رو حساب میکنه داخل اون و بهتون میگه که این هزینه زندگیتونه، این هزینه مثلا دانشگاهتونه، این هزینه شهریتونه و تمام ریز جزئیات هزینه رو بهتون میگه و شما باید تمکنتون در واقع همون حدود باشه. کمتر از چیزی که تو I-20 گفته شده اصلا ارائه ندید. بیشتر هم اگه ارائه بدید همون 10-20% بیشتر، نه خیلی بیشتر، چون باز دوباره همون تمکن های خیلی بزرگ این شک و شبهه رو ایجاد میکنه که پس شما همه چیزو فروختید و دارید میرید. و اینکه در مورد آمریکا تمکنی که ارائه میدید باید برای نیمی از دوره تحصیلتون باشه. برای کانادا بهتون گفتم باید سالانه باشه، اما برای آمریکا برای نیمی از دوره تحصیلتون. مثلا اگه ارشدین و دورتون 2 ساله برای 1 سالش، اگه دکتری هستین و دورتون 4 ساله برای 2 سال باید تمکن ارائه بدید. و اینکه در مورد آمریکا هم خیلی خوبه که شما ارائه بگید که این پول ها از کجا اومده. اگه اسپانسرتون هست باز فیشای حقوقیش، جواز کسبش، اگه خودتون هستید فیشای حقوقیتون، مدرک های شغلیتون و اینها رو ارائه بدید تا نشون بدید که این پول از کجا تامین شده و منابع مالیش کجاها بوده. و کلا بچه‌ها سخت در این تمکن‌ها همین دوتا بودن. من سعی کردم کامل براتون توضیح بدم. اگر هم سوالی داشتید یا خواستید نکته اضافه کنید حتما توی کامنت‌ها بهم بگید، من بهشون پاسخ میدم و اگر از نکاتی هم که اضافه کنید استفاده می‌کنیم هممون. و اینکه در مورد تمکن دیگر کشورها هم خیلی ماجرای سختی ندارن، همون فرمول کلی، هزینه 1 سال زندگی، هزینه 1 سال شهریه، 20% بالاتر مبلغ کلی میتونه برای بقیه تمکن‌ها بهتون کمک بکنه. و اینکه آها، در مورد آمریکا هم گردش حساب و اینجور چیزا ازتون نمیخواد، به همون مانده نهایی رو میخواد. میگم دیگه سخت‌ترینش کلا کاناداست که ازتون گردش حساب میخواد. خب این ویدیو تموم شد، سعی کردم تمام نکات رو بهتون بگم، امیدوارم که استفاده بکنید ازش. لایک یادتون نره، اگه تا الانم کانالمون رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و همراهمون باشید، چون قرار کلی ویدیوها و آموزش‌ها در مورد ویزا داشته باشیم. و اینکه ما در مورد ویزای تحصیلی هم آمریکا هم کانادا، آلمان و ایتالیا هم هستیم، براشون مشاوره داریم، منتورینگ رو داریم و 0 تا 100 خدمات رو هم براتون انجام میدیم. روزتون بخیر باشه.